رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بیایم نیت کنیم قبل از اینی که محلای امشب رو شروع کنیم، کینه و حسادت هایی که تو دلمون هست رو بذاریم کنار. همین امشب. آخه نمیشه آدم هم دم از امام حسین بزنه، هم امام حسین رو تو قلبش داشته باشه، هم کینه داشته باشه، هم حسادت داشته باشه. امام حسینی ها دستگیرن، امام حسینی ها نظر بلندن، امام حسینی ها از موفقیت بقیه خوشحال میشن، کمک میکنن بقیه موفق باشن. محلا رو شروع کنیم در حالی که آرزو میکنیم که خدا بهمون یه قلبی بده بزرگ، بدون کینه، پر از آرامش و دعا میکنم که حالمون این روزا امام حسینی باشه. سلام عرض میکنم، خوش اومدید به محلا، یه شبگی در خدمتتون. ارشد نائلت طریق یا ابا صالح المهدی، خدمت برادر فاضل و ارزشمندمون جناب آقا حامد کاشانی هستیم و خیلی خوشحالیم که خدا توفیق داده هم زیر این خیمه امشب باشیم هم در خدمت شما باشیم. ممنون که دعوتمون رو قبول کردی، قدم سر چشم ما گذاشت. ما هر شب اینجا نشستیم، گوش دادیم، سعی کردیم یاد بگیریم. امشب هم میدونم که خیلی بیشتر تونم فیض ببرم. ممنون، سلامت باشین. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، عزیزانی که ما رو میبینن، عزیزانی که عزادار سید الشهدا، عزیزانی که انشاءالله سید الشهدا صلوات الله علیه دلهاشون رو خریده و امیدوارم انشاءالله در حالاتشون، در سلامشون به سید الشهدا ما رو هم یاد کن. این روزا دغدغه شما چیه؟ واقعیتش اینه که دو سه ماهیه برای قدیر که کار میکردیم و قبلش برای ماهوار اگرمزون که برای امیرالمومنین داشتیم فعالیت میکردیم و دنبال این بودیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه معرفی کنیم. یه چیزی از حضرت دیدم که بعد دیدم اون در رفتار سید الشهدا علیه السلام خیلی پررنگ، احساس کردم خلاف مسیر خیلی یا شاید حتی من باشه. اونم اینه که امثال من ممکنه کمیت گرا باشن، میلیونی حساب کنن در حالی که عرضه میلیونی جذب کردن هم ندارن و اگر بخوام کار بزرگ بکنیم ریزش برامون مهم نباشه. اما اهل بیت، اون مثال امیرالمومنین که حالا اشاره بهش میکنم و بعد سید الشهدا علیه السلام، گویی همه عمرش رو زندگی کرده که یک نفر رو نجات بده، یه انسان رو. داریم در قرآن که کسی یه انسان نجات بده انگار عالم رو نجات داده، ولی این یه وقتی شعاره، ولی یه وقت یه نفر زندگیشو پاش خرج میکنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در مسیر صفین کاروان میبره به یه سمتی، میگن آقا آب میخوایم. حالا من خلاصه میکنم که اون ماجرا رو همشو نخوام بگم. میره تو بیابون و به یه دیر راهبی که دنبال حقیقت میگشته، ولی در رفتار انسانهای مسلمان نما اسلام نمیدیده. گفت من صبر میکنم تا پیغمبر یا اگر این مسلمان ها راست میگن وصی پیغمبرشون رو ببینم بفهمم. خیلی هم چه بسا ادعای وصایت داشته باشن و این نمیدید در قواره، میگفت این انسانی که من دنبالشم که دینم رو تغییر بده، زندگی رو تغییر بده، من تو اینا نمیبینم. حضرت میره پیشش و میگه آب داری؟ و میگه نه. و حضرت میره تو دل بیابون، سپاه هم تعجبن که آقا الان تشنه ایم، به یه نزدیک فراتیم، چرا اینوری شما داری میری؟ حضرت میره یه جایی این تیکه رو مردم زیاد شنیدن که میکنن و دستو میدن اینجا رو بکنید و به یه سنگی میرسن و سنگر ازت جا به جا میکنه، آب گوارایی برمیدارن. کسی که آب کدر، آب شب مونده، آب خورشید تابیده، آب ناگوارا تو بیابون خورده باشه، اون آب خنک گوارای ویژه‌ای که علامت
همه رو متعجب میکنه. آب که برمیدارن میخورن و برمیدارن، از این فرد برای راهبم بردارید و سنگ رو میگذارن روش رو میپوشونن برمیگردن. حضرت وقتی دارن برمیگردن میفهمون یکی بره ببینه جاشو پیدا میکنید. حضرت میخواسته اشاره کنه که این یه اتفاق خارق‌العاده است. میرن جا رو پیدا نمیکنن، یا مثلا 2 کیلومتر که فاصله میگیرن کسی پیدا برمیگردن پیدا نمیکنن، میرسن به راهب و راهب آبو که میخوره میگه کجا بردید اینو؟ میگن رفتیم یه جای اون دور و ورا و گشتیم و آقا فرمود جا بکنید و کندن. راهب رو میکنه و امیرالمومنین میگه اشهد انک وصی نبی الله، تو وصی پیغمبری، چون به من گفته بودن اجدادمون که از حواریین حضرت عیسی هستن تو این بیابون یه چشمه است که علامته، این معجزات، این نشونه است و من تو شما مسلمان ها در واقع میگشتم. خلاصه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست، مسلمانم آرزوست، نمیدیدم. گفته بود که اینجا لا یقا علیه الا نبیون او وصی نبی، اینجا یا پیغمبر یا وصی پیغمبر بلده کجاست، و من منتظر بودم ببینم کیه، آیا خدا منو هدایت میکنه، منو میفهمه. تو مسیر تو کچ کردی اومدی و شهادتین میگه و با شهادت ثالثه، یعنی با اشهد ان علی امیر المؤمنین، خلاصه شیعه حضرت میشه و میگه آقا من دیگه در خدمتم. من آقا از این به بعد قصه خیلی منو بیچاره کرد، اینکه حضرت به راهب دست راهبو گرفت، اون الزمنی دیگه از این باید با خودم باش و نمیذارم از من جدا بشه. یکی از اخلاقیات امیرالمومنین که خب امیرالمومنین که خیلی مرد نبرده و جنگجو و خلاصه شمشیر دست میگرفت کسی جرئت نمیکرد. من به شوخی گاهی میگم شمشیری که بلند میکرد کمربنده بود که میافتاد از ترس. توقع نداره آدم اینقدر احساسات. صفی‌الدین هلی میگه خلق یخلج النسیم لعطف و بأس یذوب منه الجبال، لطافتش نسیم سحرم خجل بود از لطافتش. حضرت دستشو گرفت، حضرت اینطوری بود داشت راحت میرفت تو صفین، یه روز گفت جویریه کجاست؟ یکی دیگه است. گفتن آقا این به احترام شما عقب ایستاده، فهمید بگید بیاد پیش خودم. بعد بهش شما تو نمیدونی من دلم برات تنگ میشه، یه جوری رفاقت میکرد گویی به اینا نیاز داره، در حالی که اینجوری نبود. این مرام رفاقت. حضرت دست راهب گرفت فرمود الزمنی، دیگه با من باشی. آقا من افتخار منو قبول میکنی، منو کلاس اولم. رفتن و تو صفین جنگید و اون شب اصلی جنگ صفین شهید شد. شهید شد. صبح که همه درگیر بودن چند ده هزار کشته رو دفن کنن، دیدن امیرالمومنین داره میگرد. راه افتادن دو حالت، گفتن آقا دنبال کی میگردی؟ من با راهب قرار دارم، یعنی اصلا من سپاه رو بردم، مسیر رو عوض کردم، 90,000 تا رو با خودم، من شکارم و یه نفر بوده، دنبال یه رفیق میگشتم، یه کسی که ارزش رفاقت داره، کسی که اگه حق رو بفهمه پاشوا میسه، میاد جون میده. راهبم مسیحی بود دیگه، ازدواج نکرده، بی کس و کار. اینا بالاخره اومده بودن تو صفین، همه فامیل داشتن، همه فامیلاشون دفنشون کرد. حضرت هم راهب فامیل نداره. کار راهب با خودم. گشت و راهب رو پیدا کرد و قبر رو خودش کند و راهب خودش تو قبر گذاشت، خودش نماز خوند، محاسنش خیس اشک شد. روی قبر رو پوشوندن و بین حضرت بازم نشسته. گفتن آقا چی شده؟ کار امام اینه، ان الحسین مصباح خودن و سفینت و نجاتن، هدایت میکنه فقط نه، میگیره میبره میرسونه. حضرت فرمود که این بابای امام حسینه، که انی انظر الیه، دارم میبینمش و الی زوجتهی، این راهب مسیحی بود، راهبم بود، ازدواجم کرده و الی جنتهی، بردم تو بهشتش، تا من خیالم راحت شد راهبو گرفتم بردم سر جاش نشوندمش، حالا از جا بلند میشه. برای امیرو اگه به من بگن قیامت امیرالمومنین اصلا رفت صفین، این همه برکت داشت صفین، حق روشن شد، باطل مفتزه شد، خیلی اتفاقات افتاد، ولی بگن امیرالمومنین صلوات الله 90,000 نفر برد صفین که یک نفر انسان حقجو رو دستشو بگیره به مقصد برسونه، من هیچ تعجب نمی کنم. خدا شاهده که اون روز هیچ تعجبی نمی کنم. اصلا کار امام اینه که زمان رو در می نورده، مکان رو در می نورده، می گرده دنبال اون کسانی که درشون ذره نور کورسو بزنه،
هنرش اینه که اونو بپرورونه، مربیه دیگه، رشدش میده، نورانیش میکنه، تغییرش میده، میگیره میبردش. من اینو که دیدم، اصلا اولا دیدم ظاهرا مسیر تبلیغی خودم درست نیست، نکنه یه جلسه میرم برای جمعیته، برای کیه، بازخورد داره چیه. امیرالمومنین اون روز شاید بازخورد خیلی چیزا رو نگاه نکرد، گرچه بازخورد داشت، اصلا این عالم، در این عالم اتفاقی پر بازخوردتر از کربلا نیست، ولی اون روز در اوج غربت بود. کسانی که جلو دماغشون رو میدیدن تعجب میکرد. این ماجرا برای سید الشهدا هست. شما نگاه میکنی میبینی که من یه وقتی مدیر مدرسه بودم، میگشتیم مثلا گزینش کن چیکار کن، خال نیافتاده باشه این دانش آموز که بتونه کنکور قبول شه، مثلا بچه خوبی باشه، مثبت باشه. این هنری نیست. هنر اینه که سید الشهدا صلوات الله علیه، ظاهر امر اینه که او نیاز به کمک داره، ظاهر امر اینه که او باید مغموم و مهموم باشه، زن و بچهش باهاشن، در خطرن، 30,000 تا وحشین، ولی او میگرده در اون پهنه دشت با 30,000 تا آدم، آدم ها رو یکی یکی نگاه میکنه، چون باید انتخاب کنن آدم ها. و بعد همتش خیلی بلنده، نمیره فقط حبیب رو جذب کنه. این سید الشهدا تو دستگاهش حبیب و مسلم ابن مسجد و بری رو، اینا خیلی با کلاسن، اینا یه عمر در خدمت بودن، خوش به حالش. ولی سید الشهدا فقط امام خوبا نیست. سید الشهدا شاید اصلا یه روزی کربلا قیامت دیدیم شب عاشورا رو یه روز عقب انداخ که هور برسه. یعنی سید الشهدا دنبال اینه که یه حری رو هم، این حیفه، این اشتباهی شده، این دنیا گولش زده، بد نیست، کار بد کرده ولی خودش هنوز بد نیست. این کورسوی امید توش هست. این درسته که سرباز و درجه یک عبیدالله که به عنوان امینش نفر اول میفرسته، ولی هنوز حرمت از زهرا میفهمه. اصلا فرق مربی با بقیه اینه که چطور یه بچه ای اگر مثلا نابغه باشه توی بیابونی فقط چوپانی کنه، خیلی هم خوب چوپانی میکنه، کسی نمیفهمه، یه روزی میتونه نجات بخش یه کشور باشه. هنر سید الشهدا اینه که نگاه میکنه و اون کسی که میتونه بشه سلطان تائبان. میدونید خیلی مردانگی میخواد این که شما جلوی 30,000 نفر از یه طرف، جلو زن و بچه سید الشهدا تشنه، جلو دختر بچه ها، جلو پسر بچه ها اعتراف به خطا کردن، آقا خیلی کار سختیه. خدا نیاره برای اینکه مثلا، خدا نکره وقت تو تصادف آدم بچه یه نفر رو بزنه، بعد چجوری میخواد در خونش بره بگی ببخشید. سید الشهدا دیدین مردونگی و فتوت داره، این بد نیست. دنیا مثل من که حالا من جسارت به عزیز بار نمی کنم، من خاک پای بارم نیستم، دنیا به گرد و غبارش به سر روم نشسته، غرق شدم، ولی این نه، این اینطوریه. شب عاشورا رو انداخت به روز عاشورا، فرصت بده هر برگرده. و برای تنها شهیدی که روزخانی کرده سید الشهدا تو کربلا، برای هره. من یادم نمیاد جایی بالا سر شهید سید الشهدا شعر خونده باشه و اشاره به زخمش کرده باشه، ولی بالای سر هر فهمون لنعم الحر هر و بنی ریاهی، لنعم الحر مختلف و رماهی. با اینکه خودش از همه بیشتر بدن مبارکش تیر خورد، تیرهایی که بدن هر نشسته بود نتونست تحمل کن، فهمون هر من غرق تیر شده و نجاتش داد. هر من یه چیزی بهش گفته بود یه وقتی، برای اینکه او رو به خودش، گاهی مجبور مربی، اونی که در دنبال نجاته، اینایی که این عزیزایی رو که میخوان از اعتیاد نجات بدن، دیدگاهی نهیب میزنن، حتی ممکنه یه وقت یه سیلی هم به گوشه یکی بزنن برای اینکه به خودش بیاد، میخوان نجاتش بدن. یه نفر داره از بلندی از پشت اون میفته، اونجای قربون صدقه جواب نده، ولو شده یه مشت بهش بزنه که از ارتفاع بندازتش این طرف نمیره، زنده بمونه، این کارو میکنه. سید الشهدا با هر وقتی داشتن مجادله ظاهرن میکردن، هی گفت من به دستور امیر عبیدالله اومدم، نمیذارم، دستور داده که تو رو کنار آب نبرم، دستور زیر سایه نریم، زن و بچت باید زیر آفتاب باشن. حضرت دید هر کاری میتونه بکنه، ظاهرن ته این که یه نفر احتمال نجاتش باشه اینه که از زهرا دستشو بگیره. حضرت میگه مادرت به عزاد بشینه، اونم یه عرب، اونم یه
فرمانده لشکر که جواب تو آستینشه. من همیشه اینجوری فکر میکنم که میگم هور اصلا تو کارنامهش هیچی نبود. سید الشهدا نگاش کرد، سعی کرد یه کاری کنه تو کارنامه هور یه چیزی اتفاق بیفته تا بشه دستشو گرفت. چون تو این عالم درسته که کار رو اهل بیت میکنن، ولی نجات اختیاریه. آخرش من باید خدا بهم کمک کنه بخوام حق و قبول کنم. فایده ای نداشت. و این سید الشهدا قرار بود به یه گردش چشم کل سپاه دشمن رو تبدیل میکرد به ملائکه، همه به موتی. فایده ای نداشت. خدام در قرآن میفرماد که اگه من میخواستم یه کاری میکردم همه شما دست به سینه باشید. دوست دارم بفهمید عظمت رو و اقرار کنید، نه زوری. اونجا حضرت وقتی فرمود مادرت به عزاد بشینه، البته دشنام نداد حضرت، در واقع یعنی تو چه تربیتی مادرت کرده باید به عزای تو بنشینی که خوب تربیتت نکرد. ولی بالاخره خیر نیست این کلام ظاهرش. بر اومد جواب بده، گفتش که اگه مادرت غیر از فاطمه زهرا بود من جواب میدادم. الان تو کارنامه هور یه احترام به صدیقه طاهره ثبت شد. حالا هور دست گرفتنی شد، بهانه دیگه لازم نیست. دیگه هور اینجا شکار شد، تمام شد. دیگه وقتی رفته بود اون طرف وایستاده بود، دیگه نمیفهمید کجا تیر خورده، تیر محبت که دیگه خودشو بین بهشت و جهنم دید. آقا 30,000 نفر آدم اونجا بودن با تیراندازی به خیمه های امام حسین الله اکبر میگفتن. یهو هور از همون جنس بود ظاهرا، یهو گفت من خودم بین بهشت و جهنم میبینم. تو تیر محبت خوردی، چشت واز شده، تو کی عارف شدی بهشت و جهنم میبینی؟ الان من چرا بهشت و جهنم نمیبینم؟ من تو دورایی میخوام مثلا بد اخلاق کنم تو خونه، چرا بهشت و جهنم رو نمیبینم بد اخلاقی میکنم؟ تو کاسبی چرا بهشت و جهنم رو نمیبینم وعده چکم رو درست پاس نمیکنم؟ کار سید الشهدا اینه که یه جوری سرعت میده که این حر دیروز تبدیل شده به یه عارف چشم باز. حضرت داره امیرالمومنین در نهج البلاغه که انگار همین الان در بهشتن متنعمن، همین الان در جهنمن و در حال عذابن. خب کسی که بهشت و جهنم ببینه باور میکنه، خطا نمیره. خب من خودم بین بهشت و جهنم دارم میبینم، یعنی حر تبدیل شد به یه عارف، حر تبدیل شد به یه آدمی که چشمش باز شده به حقیقت. لذا برگشت. یه وقتی من فکر میکردم که حضرت میره بارها در میدان کربلا سخنرانی میکنه و دشنام میدن، حتی بعضی ها جسارت ها به امیرالمومنین و نعوذ بالله و از زهرا میکنه، با آدم میگه نگم دیگه، کمتر حرف بزنم، فایده هم که نداره، 2 ساعت دیگه هم شهید شده. اما نگاه میکنی میبینی سید الشهدا هی میره سخنرانی میکنه، حرف میزنه. چند نفر از اون طرف اینجور گفتن اصلا شاید شیعه هم نبودن اون لحظه، یعنی شاید به مسئله قدیر و حقانیت امام هم نرسیدن. بعدا سید الشهدا سیرشون داد، میگه یه لحظه گفتم آخه اینقدر به این فحش میدن، این بازم داره نصیحت میکنه، چیزی هم نمیخواد. اگر پیغمبر قیامت بگه تو خجالت نکشیدی با پسر من اینطوری رفتار کردن، این رسم محبت بود، برگشتن اومدن این طرف. بعضی ها حتی یه نقل که ابوشعثای کندی شاید اینطور باشه که ابوشعثای کندی اون روز اومده باشه، این تا 2 ساعت قبل تو این طرف سپاهه، چند ساعت بعد میاد این طرف سپاه، وقتی تیر میخواد بندازه سید الشهدا دعا میکنه دستش یدالله میشه، خدایا تیرهاشو به هدف بزن. یعنی از اون لحظه ای که یه نفر جزء ملعونین تاریخه تا بیاد بشه کسی که دستش میشه یدالله، میشه ناصرالحسین، همه عالم میگن پدر مادرم فدا، کاش ما هم اونجا با تو بودیم، دقایق بیشتر نگذشته. حضرت جذب کرده اینها رو و براش مهم به نظر من این بوده که یه دونه کمتر دوچار آسیب بشه. این خیلی منو خلاصه دیگرگون کرده، خجلم اصلا کرد. Thank you.
منم خیلی درگیر شدم، مطمئنم اونایی که دارن گوش میدن و میبینن هم خیلی درگیر شدن. یه خوده روستر الان سوال بکنم که اون آقایی که برای یه نفر راه 90,000 نفر رو کش کرد، یا اینجوری بگم اون آقایی که شاید برای یه هور خواهرش رو فرستاد اسارت، اون آقا ما داریم ازش دم میزنیم، ولی امروز ما داریم. من حالا واقعیتش به کسی کار ندارم، خودم رو که نگاه میکنم میبینم که همش از قبل سید الشهدا خوردم، توجه ندارم که سر سفرش بودم. ببینید حر و زهیری که دیر به حضرت رسیدن ارزش اینو میدونن. ما اگر بگم اولین بار که هیئت رفتی شما یادت احتمالا نیست کی بود، منم همینطور یادمون نی، انقدر تو این سفره بودیم. ابن ارندس یه بیت شعر داره میگه علا به همو قدری، اگه قدر و قیمتی دارم به خاطر اوناست، و فخری به هم غلا، اگرم افتخاری هست از اوناست، و لولا همو ما کان فی الناس لی ذکرو. اسمم هم کسی بلد نبود. ماها غرق محبت، من خودم نگاه میکنم که خود امام حسین میدونه که روسیاه‌تر از خودم در عالم نمیشناسه والله، و اگرم اینو نگم دروغ دارم میگم، چون روسیاتر از من نیست واقعا. من میبینم خیلی به من مهلت داده، ولی من با قضاوتام با رفتارم به خیلی ها مهلت ندادم، میرغضب خیلی ها شدم، در حالی که نمیخوام من بگم حق نیست، باطل نیست، امر معروف نیست، یه جاهایی سختگیری نیست، من نمیخوام بگم اینا نیست، اما خیلی از اون کارهایی که خودم کردم باید برگردم بهم غلط کردم. من اونقدری که تو منو تحمل کردی، من محبای تو رو اونقدر تحمل نه، یک دهمشم تحمل نکرد، من تحمل نکردم. وگرنه دستگاه سید الشهدا خیلی وسیعه، ممکنه من یه سلیقه‌ای داشته باشم، مثلا فرض کنید توی جلسه روزه خودم درست کنم، اصلا سینه زنی هم نباشه، فقط گریه کنم، اما من که ملاک نیستم. یک، دو، قرار نیست همه یه جور باشن. سه، قرار نیست همه توی موضوعی به یه کمال یه شکل برسن. من نمیدونم هر شاید به حبیبم برسه، من خبر ندارم. جالبه که حبیب داشته، آره. هرم داشت. حالا نمیدونم هم اینا بعدن یه جورن یا نیستن، اما میدونم امام هادی سلام الله علیه اولا در اون زیارت منصوب امام هادی سلام بر هر رو کنار سلام بر حبیب گذاشته، یعنی رفیق دو ساعته رو کنار رفیق 50 ساله گذاشته. چرا؟ شما تو یه وقتی توی یه راه 50 ساله رو میشه تو 2 ساعت. ان راه الی که قریب المسافه، ما راه دور برامون دوره، باز تا مشهد پیاده بریم یه جوره، ماشین یه جوره، هواپیما یه جوره. سید الشهدا سیر میده، تربیت میکنه. من نمیخوام بگم نهی از منکر نیست، خوب و بد نیست، به فکر رشد هم دیگه نباشیم، اما اون جاهایی که خط قرمز نیست، خط قرمز خیلی کمه، اون جاهایی که سلیقه منه، اون جاهایی که سلیقه جمعه، سلیقه حزبه، اینا لازم نیست که ما اینقدر هی قربالو بگیریم. اشتباه، قربال داریم در دنیا، قربال موضوعش محبته. کار ما قربال کردن الان، قربال تکوینیه و موضوعش هم محبته، خدا هم دنبال خالص ها میگرده. ولی اینی که اومده حالا یه چیزی میگم، نمیدونم قابل پخش باشه یا نه، میگم بعد اگه دیدید نیست این تیکل از قبلش در بیاری، چون نمیخوام جسارت به عزاداران سید الشهدا بشه. در بین عزاداران سید الشهدا کسانی داریم که اولیای خدا هن، باید خاک کف کفشون رو به چشمم بکشن، اما همه اینجوری نیستن. دایره عشاق و محبان امام حسین، عشقم حالا زیادی گفتم، محبان امام حسین خیلی گسترده است. یه سوال الان دارم از شما، راحت میتونم بپرسم چیه تو امام حسین که من کلی آدم میشناسم که ببخشید به واسطه بعضی از رفتارهای ما یه وقتایی روشونم برمیگردونن حتی به مجلس امام حسین، یعنی تا اونجا پیش رفته که به مجلس امام حسین هم بد، ولی امام حسین رو دوست داره. ببینید من میترسم این مثالم بیادبی باشه، هم از امام زمان، هم از سید الشهدا، هم از مردم عذرخواهی میکنم مثال میزنم، ولی مثال فقط. امروز اگر یه فیلمی عشق شکوهمند نشون بده 1 میلیارد تو دنیا میبینن،
تظاهر عشقم یه دنیا رو تکون میده. ما عشقی در کربلا میبینیم که اینقدر پرشکوهه که اصلا هر کسی در برابرش مجبور زانو بزنه. برای همینم مال امروز و دیروز و فردا نیست، تموم نمیشه. عشاق یه قدم برای معشوقشون بردارن، من این کارو کردم، منت میذارن، ببین اینجا رو چیکار کردم، دستامو ببین زخم شده. سید الشهدا صلوات الله علیه زن و بچهشو داده. یه عبارتی مرحوم عابد گفته به ترکی که من هم یه بیت ترکی رو حفظم، اون که ترکی نمیفهمم، یه روز عاشورا رو کرد به آسمون، من بیچاره اینم، ای کاش ترکی یاد میگرفتم به خاطر اینکه شعر عابد یاد بگیر. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، سلام خدا بر او. میگه نگاه کرد به آسمون، گفتش که سویدون اسیر اهلمی، به به زهی شرف، دلت میخواد اهلمو اسیر ببینی؟ نه اینکه من در راه تو صبر میکنم، اینا مال طفل ره هاست، نه اینی که من قبول میکنم. و به به زهی شرف، به به چه شرافتی، زینب سنون دی قید اسارت سنون کیدی. امیدوارم غلط نگفته باشم، عزیز آذری از من ببخشن. زینب مال توه، قید اسارت هم مال توه. خدا رحمت کنه، من به تو از حاج فیروز شنیدم، رحمت الله علیه روح شاد. میگه اصلا آقا من چیزی نداشتم، تو این زینب رو دادی به من، قید اسارت هم عنوانشو درست کردی که من در راه تو بدم. تو چقدر کریمی که کارا رو تو کردی، به اسم من تموم کردی. این میگه مال قتلگاهشه، صورتش رو خاک گذاشته. لحظه ای که ما باشیم میگیم که خب تو اون لحظه قتلگاه، اون همه تیر و نیزه، اون همه جسارت، فحاشی، اون همه چشم مبارکش دنبال اهلشه، نگرانه چه اتفاقاتی بیفته اونجا، عوض این که بگه خب خدایا بالاخره انشالله از ما قبول کن، کلاس عشقش بالاتر از این حرف هست. صورتش رو خاک قرار گرفته، ما به اینجا میگیم السلام علی الخد طریب، دیگه انقدر خون رفته که نمیتونه صورت رو بلند کنه، صدا هم جوهرش کمه. میگه گوشم رو نزدیک کردم، دیدم صورتش که رو خاکه، میگه اللهم انت متعال المکان، خیلی تو متعالی هستی، عظیم الجبروت، خیلی عظیم جبروتت، غنی عن الخلائق، من اینو کشته منو، تو به حسینت هم نیاز نداشتی، خواستی این صحنه رو درست کنی که من رو به سمت خودت بیاری. خودشو کلن بدهکار میبینه، همون آقایی که قبل از پسرش باید کسی بره تاریخ رو ببینه، ارتباط با برده و کنیزها رو ببینه، که این برده رو آزاد کرده طرف نمیره. کجای دنیا اینطوریه که اسیر رو آزاد کنن نره، گریه کنه تو رو خدا بذار من بمونم، نذار من برم، منو بیچاره نکن. و بعد قبل از علی اکبر صورتش رو به صورت این غلامش میگذاره که آزادش کرده ولی نرفته، غلامی که میتونست نره جنگ، چون بعد از جنگ اینها رو خرید و فروش میکردن، جونش به خطر نبود. صورت اول به صورت او میگذاره. شما کربلا رو که نگاه میکنی یک عشقی میبینی، شکوهمند، عظیم، که ما اصلا تا به حال نه تو بیان، نه توی روایت، نه توی فیلم، نه تو در داستان، نه در شعر، گوشه ایشو نتونستیم بگیم. فقط چون مکنونیه، همونی هم که از من بدش میاد، من بعضی وقتا دارن رد میشن کنارم یه چیزی میگن، بهش میگن فدات شم. میدونم که لابد من یه کاری کردم این اشتباه گرفته، من کار نکردم که اونم ولو از من ناراحته، وقتی بگم یه حسینی بود که از خواهرش گذشت به خاطر یه آدمی که اگه ما نگاه میکردیم، یعنی اگه ما میرفتیم حادثه کربلا رو نگاه میکردیم قبل از وقوع حادثه، حر رو نگاه میکردیم، زهیر رو نگاه میکردیم، اصلا فکر نمیکردیم اینا همچی پروازی بکنه، رفته سمت اینا، اینا رو گرفته. این عشق به نظر من تمام شدنی نیست. و من واقعیتش نمیدونم چرا اینقدر مردم امام حسین رو دوست دارن. و اشتباه کسی خیال کنه امام حسین مال شیعه هاست. البته شیعه ها با او از او بیشتر لذت بردن، از او بیشتر گرفتن، پای سفرهش بیشتر خوردیم. فرق ما با بقیه اینه که ما نمک پرورده تریم، بدهکار تریم، وگرنه امام حسین مال شیعه و سنی و یهودی و مسیح، هر بینشو که ببینید
و نمیدونم واقعیت، من نمیخوام سر بگم چون من خبر ندارم از این سر. من میدونم که یه جوری هست که اصلا به حالمون نگاه میکنن، یک دو روز مونده محرم، این دله کنده شده. من میگم من که آخه وضع نمازم که، وضع روزم که، وضع حالاتم، رفتارم، چیکار کردی که من از احساس میکنم کاروانش داره به کربلا نزدیک میشه و انگار الان سال 61. من هر سال میگم حسین جان منو نذار جا بمونم، دین رو نگه داشت ولی با عشق نگه داشت، با محبت نگه داشت و اون محبت اصلا تموم نمیشه. لذا شما نگاه میکنی ببینی که حالا یادم باشه یه چیزی از یه عالمی بگم که من خیلی باش فاصله دارم، هر کسی ملاک حسینی بودن به سیاه پوشیدن نیست گرچه خوبه، به ریش داشتن نیست گرچه خوبه، به هیئت رفتن نیست گرچه خوبه، ملاک حسینی بودن واقعی اینه که از خدا بخوایم مثل یک ارزنی از کل عالم وجود یک قطری دیگر خواه بشیم، مثل ما محبت داشته باشیم. ما خیلی مهمون ها داشتیم با نگاه های مختلف که به هر حال همه شون هم محب امام حسین بودن. شما چندمین نفرید که تو بحث میرسید به این کلمه محبت؟ خودم رو عرض میکنم ولی اینجا استثناءن از عزیزانی که ما رو میبینن عذرخواهی میکنم، بقیه هم وضعشون همه خیلی بهترنی. کسی در این عالم به این راحتی لیاقت نداره اسمش محب امام حسین باشه، اسمش عزادار امام حسین باشه. یعنی که عزادار از زهراست، اگر امام زمانه، هر کی میاد جاش سر چشم ما، اگر زینب کبراست، بله هر کسی بیاد جاش سر چشم ما. ولی ما باید بدونیم که ما خودمون رو با این لباس سیاه بستیم به حضرت، آویخته ایم و ولی او انقدر کرم داره که ما وقتی محرم و سفر تموم میشه حتی به زبون نیاریم یقین داریم به ما یه چیزی داده، غیر از اینکه این حضور خودش خیلیه. آخرش هم میگیم اجر ما چی شد؟ یعنی یه محبتی که سراسر یک طرف است به نسبت. بله من نمیخواستم عرض کنم که اگر کسی اومد تو مجلس، بعضی وقتا یه چیزی میگم اینجا میترسم به خاطر تبعاتش نمیگم، که فلان کس هم اگر بیاد تو جلسه اهل بیت محترم، بگو آجا، بدترین آدم ها هم اگر اومدن تو جلسه امام حسین کسی حق نداره اینها رو بیرون کنه، چون ما نمیدونیم برای کی چه سفره‌ای پهن کرد. نزدیکترین رفقاش شما نگاه میکنی میبینی دم بزنگا درست انتخاب نکردن، عقب موندن، ولی یوهو هر رو زهیر و ابوشعصای کندی و کی اومدن. کجا بریم؟ خود عابد رحمت کنه، عابد کجا رویم به جز درگه حسین؟ به جز درگه حسین کجا بریم که احتمال توبه داشته باشیم، احتمال برگشت داشته باشیم؟ به جز حسین مرا مرجع و پناهی نیست. سید الشهدا بیزار از گناه بود، معصوم از گناه فراریه، ولی گناهکاران رو اگر زمینه میدیدن اتفاقا به جای اینکه هی بزنن دست پشت دستشون که وای ببین چقدر اوضاع خرابه، میشستن نگاه میکردن که من اینو تور میکنم. بالاخره من خیلی امام سجاد رو دوست دارم، دلم میخواد اینو بگم که
شاعری بود که به بعضی فسق و فجورا شناخته میشد. دوست ندارم به همین جد اسمشو ببرم که جسارت بشه. وقتی سید الشهدا به این پول میداد میگفتن شعرم برای امام حسین نمیگفت. شعرایی هم که بعضیش خوب هم نبود اصلا. یعنی به ادبیات امروز شما حساب کنید یکی که اهل بزن و بکوب و چی و چیه که مثلا تیپش به من نمیخوره ظاهرا، حالا من هیچ کس نیستم ظاهرا با هم تفاوت داری، تو اصلا شما پول به این میدی بده براتون. مردم یه سید مهدی قوام شنیدند و زن و فلان. آقا اگر کسی سر سفره امام حسین باشه باید رنگ بگیره یه قدری. کاش منم رنگ بگیرم به جای حرف عمل کنم به اینا. حضرت به اینم پول میداد. مثلا آقا بده برای شما امام حسین سلام علیه 20 30 سفر پیاده حج رفتی، اصلا ربطی به تو نداره. یه بیت شعر هم نگفت. حضرت میفهمید شما متوجه نیست. حضرت داره سرمایه گذاری میکنه چون انتخابی امت. من تاکیدم امروز. آقا گذشت. یه آدم ترسویی هم بود. انقدی که یه وقتی تو راک سید الشهدا دید داشت میرفت کربلا، گفتش که آقا حضرت فرمود چه خبر؟ گفتش که آقا این شمشیرهای خیلی از این کوفیانی که ناسبیان علیه تاواس تو جمع کن. رفیقش گفت بیا بریم به پسر پیغمبر کمک کنیم. داشت وسوسه میشد رفتن، بعد بهش گفت خدا لعنتت کنه داشتی گولم میزدی. ببینید نعمت کربلا، ما یه کار فرنگی میکنیم. اگر از سه سوت ببخشید یه هفته از زودی باید نتیجهشو ببینی. میریم به یه فقیر کمک میکنیم، انتخابات بعد نتیجهشو ببینی. زین العابدین 34 سال شبانه مخفیانه در خونه فقرا رفت. وقتی از دنیا رفت که نرفت گفتن لابد از دنیا رفته که بعد 34 سال نمیده. اون کی بود؟ اون علی ابن حسین بود. از دنیا رفت. ما هر کاری هم میکنیم 100 برابر برای کسب اعتبار میفروشیم اینو. امام حسین سلام الله علیه سرمایه‌گذاری کرد رو این آقا شاعری که اهل بعضی چیزا هم بود. زودم نمیخواست. خب دو هفته بهت پول دادم، پس کی میای هیئت من؟ پس کی قیافت مثل من میشه؟ یقتو کی مثل من میبندی؟ صبر نداریم. هدایتگر رو خدا نمیبینیم. آقا این مسیر رو برای داشت سید الشهدا بودم به خدا رو شکر شانس آوردیم نرفتیم کربلا. اگه میرفت کربلا این کارو نمیتونست بکنه. سید الشهدا برای یه جای دیگه ای دید این یه زبونی داره، یه جایی که قریب تر از امام حسینه حضرت سجاده که یه یارم نداره. امام حسین 70 80 تا 100 تا یار داره. گشت و ماجرا گذشت و ولی عهد هشام بن عبدالملک بود کنار خانه خدا. یه تخت سلطنتی گذاشتن با مجموعه بادیگارده خواستن برن سمت حجر، حجرالاسود. مردمی که طواف میکردن راه ندادن طوافشون به هم بخوره. چند بار سعی کردن با تیم خلاصه محافظان نتونستن. نشست و عصبانی که ما رو حساب میکنن ولیعهدی مثلا. علی ابن حسین صلوات الله علیه فداش بشم لاغرندام سرمایی انقدر عبادت کرد و بدن ضعیف بود. یه لباس سفید. خدا انشالله مردم ما رو با علی ابن حسین آشنا کنه. خدا میدونه امیران چون وقت ندارم میگم اگر خاطرات کرم و بخشش امام سجاد رو بشناسن مردم ائمه دیگه رو فراموش میکنن. وای بال بقیه رو. ما قریبن ائمه برام. میگه حضرت سجاد که اومد یو همه صف باز شد با اینکه اینا شیعه امام نبودن. یه نفر کنار هشام وایساده بود که این ولیعهد بگو این کیه؟ اونم زایه میشد بگه که گفت نمیشناسن. اون آقا ترسویی که خوشحال بود کربلا نرفته. چه بسا بعضی هم گفتن بیا اینم حسین ابن علی اینقدر پول خرج کرد نه یه بیت شعر براش گفت نه کربلا اومد تازه افتخارم کرد نیومدن. حضرت رو برای یه جای گذاشته بود که احدی نمیتونه این جواب اونجا کاری نمیشد کرد جز اینکه یکی جواب بده. بلافاصله ناگهان به ترس غلبه کرد گفت اینو نمیشناسی؟ هذا الذي تعرف الوطها ووطعته. این همون کسی که سرزمین حجاز قدم بگذاره. والبيت يعرفه والحل والحرم بيت به او سلام میکنه، ریگ های بیابان به او سلام میکنه. هذا ابن فاطمه ان كنت جاهلها. پسر فاطمه زهرا سعی نمیشناسی؟ گرفتن انداختن زندان. حضرت سید الساجدین براش پول فرستاد. وقتی از زندان آزاد شد اومد پس داد گفت آقا من هر کاری کردم تو زندگیم خیلی کارا کردم، این یکی رو برای خودت کردم. من اصلا اومدم برات شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم. سا
سردم نکنی تردم نکنی سردم نکنی تردم نکنی عزیزم حسین عزیزم 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 حسین عزیزم 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 حسین. این دوستان من یه کار خیلی قشنگی کردن که من حیفم اومد نگم، به نام نذر آب. تلفن رو برمیدارید 99-98 رو میگیرید، یه چند تا آیه از سوره نور رو میشنوید بدون اینکه هزینه پرداخت کنید. به نیت شما و به نیابت از شما آب نظری میرسه دست بچه هایی که در مناطق محرومه. هر کسی دوست داره تو این طرح شرکت بکنه، ایشالله یه روزی بیاد تو این کشور هیچ گرفتاری نباشه. همه روح و جسم و جانم به شما دل بستند، همه دنیا دل ما را چه عجیب شکستند. ای به قربان شما که خریدار غمی، توی این شبهای تاریک ماه تابان منی. آقا حامد کاشانی گرفتار میشه چیکار میکنم؟ من همش گرفتار هستم و جز در خونه اهل بیتم واقعا پناهی ندارم. خیلی متنوع دائما متوسلم. خیلی گرفتارین چجوری توسل؟ من از عشقی که مادرم داشتم، خیلی رفاقت داشتیم با هم و بعضی روایات فهمیدم ائمه مادرانشون خیلی عرق دارم. هر جایی برم مادر اون امام و واسطه قرار میدم که من نگاه کنم و به مادران ائمه، مادر قمر بنی هاشم، مادر حضرت فاطمه معصومه، مادر پیغمبر اکرم، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو هم اضافه میکنم. اینا الطاف خدا به ما هستن و بهانه برای اینکه دست ما رو هم بگیر. و مادر شیرخوار خانم به واکسن مله خیلی عظیم و شأن ایشون. واقعا اگر کربلا اصلا وجود نداشت، یعنی ما قمر بنی هاشم نمیدیدیم، حضرت سیدالشهدا نمیدیدیم، هیچی نمیدیدیم، حضرت زینب نداشتیم، یه رباب داشتیم، کربلا موندگار بود. ما گاهی تو روزه ها از مادری که بیتاب بچه‌شه میخونیم، گریه هم میکنیم و این درست هم از این جهت که او حتما مادری مهربان‌تر از مادر من بوده، لذا برای شیرخوار مظلوم تشنه حتما خیلی اذیت شد. ولی عظمت او اینه که من هرچی گشتم در منابع، هیچ جایی اونجایی که ثبت کرده باشن ندیدم که او از بچهش گفته باشه. یعنی اتفاقا اویی که عاشقه فنا فل حسن سم میگه که روزی شد بچم هرز نره تو این دنیا، روزی شد که بچم سرباز بشه. لذا شما هر جا نگاه میکنی میبینی مبلغ امام حسین تو کاخ عبیدالله وقتی او جسارت به سر متحر میکنه، میدوه سر و بغل میگیره، وا حسینا و ما نسیت حسینا، من فراموشت نمی کنم. اونجایی که زیر تیغ آفتاب میشینه، من ندیدم جایی بگه پسرم، با اینکه قطعا شک نیست که جگر سوخته برای اون طفل.
هر کس تو این عالم بیچارگیش به حد اعلا رسید، دو جا رو از دست نده، یک شوی خاطره میگم، کمتر جایی گفتم. اینم برای این میگم که مردم آدرس بدم، وگرنه من که کسی نیست. یکی این وجود شیرخوار با برکت کربلاس و مادر عظیم و شنش، هر کس کارد به استخونش رسید، اینجا بهانه ایه. هر شب حرف این آغازین این خیمه شده. بله. کلن محله امسال الحمدلله مستحلی از خرید. و هیچ جایی رو من ندیدم سید الشهدا صلوات الله علیه به خدا بیان کرده باشه که اگر نسل نازل نمیشه صبرتا کن. از بس این جگر سوخت و هیچ جایی گزارش نداریم تو کربلا که به سید الشهدا در از ملأ اعلی تسلیت گفته باشن جز برای این آقازاده، و موضوعش هم گلوی زخمی او نیست. خطاب اومد ده هویا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه، همین الان سیراب میشه. معلومه بچه قبل از این که تیر بخوره پرپر شده بود، کارش تمام بود. ارباب ما رفت وسط میدان، آخرین داراییش هم نشون داد، شاید یکی رو برگردونه. و اون میدونست کجا داره میره و میدونست چه اتفاقی میفته. و اون مادر اصلا اسم نبرد از بچه خودش، گفتن چرا زیر آفتابی؟ اون الذي كان نورا يستضاء به، اون کسی که نور زندگیم بود، خورشید زندگیم بود، آفتاب سایه سرم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی. تو کربلا بدون اینکه دفنش کنن کشتن، رهاش کردن، هیچ جا اسم از این پسر نبرد. یکی این آقازاده است که درماندگان بهش پناه میبرن. یکی هم من خاطره ای دارم برای اینکه آدرس داده باشم میگم. ما جلسه جمعه صبحی داشتیم که جلسه نهج البلاغه بود، به جهتی نتونستیم جمعه صبح مدتی اینو ادامه بدیم، یک شنبه ها شد. یک کسی هم داشتیم که بیماری لاعلاج سرطان خطرناکی داشت، چه بسا اصلا قطع امید شده. قبل از اینکه یه شنبه من برم دره برم جلسه، به من زنگ زدن که بله پزشکا دارن جواب کردن و دختر این خانم خواب دیده که سید الشهدا بهش فرموده که براش روزه دختر آمد. حالا یه جزئیاتی هم داشت که اونجا رو نخواستم بگم که بد برداشت نشه. موضوع اینه که ما توسل کنیم، آدم ها مهم نیست. به من که گفتن، من اومدم اون روز می‌خواستیم توسلمون به امیرالمومنین بود، ما یک شنبه گفتم آره بیمار سرطانی داریم و ازش پیش رفتم یه جوریه که ازش قطع امید کردن، فکر کردن ماها شاید اینجا اسمشو ببریم. اسد گفت سید الشهدا خواب دیدن فرموده که روزه دخترمو بخونی، ما هم گداهایی هستیم که امید داریم، اون روز روزه خوندیم. چند سال گذشته اون مادر از بیماری بلند شد. یعنی اینا کرامت اهل بیت اینه که هم اون فرد رو نجات میدن، هم مسیر رو یاد میدن. و اینا کاری نداشت سید الشهدا هم اونجا تو خواب یه کاری بکنه، دلش میسوزه برای بقیه. خلاصه از بین همه اتفاقات کربلا که همش لحظه به لحظه شو الان من میخوام بگم کمر شکنه، این دو فرزندی که جگرگوشه سید الشهدا هستن برای گرفتارا اکسیر، برای مزترها حضرت حور. حضرت حور مزتر شد یه لحظه، نه راه عقب پس داشت نه راه پیش. من هر وقت خیلی مزتر شدم به حضرت حور پناه بردم، خدا به آرامش داد. آخرین سوالم، میدونم خیلی اهل مطالعه، خیلی مختل نگاه میکنید، اگر به آقا حامد کاشانی اجازه بدن یه پلن از عاشورا رو پاک کنید، یا بگم اونجایی که میرسی و میخونی میگی دیگه نه این نباشه، این دروغ باشه، کجای عاشورا؟ واقعیتش خیلی جاهاش اینطوریه، قتلگاه اینطوریه، کلن روزه سید الشهدا از روزه از زهرا سخت‌تر واقعا، اصلا نمیشه خوند.
روزه اسارت سنگینه، اینا رو میذارم کنار که مردش نیستم الان بخوام بگم. یه صحنه ای رو یه عالم قرن 6 و 7 غیر شیعه تصویر کرده، خیلی من آتیش زده، خیلی آتیشم زده. اون کلن من تو روزه خیلی سمت تیر و تیغ و اینا نمیتونم برم. یه کاش یه روزی که روزشو میخونم همونجا بیفتم بهش ملحق بشم. خیلی سمت اون جاهای حساس مایل نیستم برم. کوچکتر از اینه. خیلی از این صحنه های حیرت انگیز تو کربلا هست، خیلی هم الان تو ذهنم میچرخه. یه تیکه از روزه از تعباس، این دوتا رو دلم میخواد بگم. اگه نمیدونم کدومش روزیه، من جفتشو میگم. دوتا صحنه است که این دوتا صحنه عالم رو بیچاره میکنه. یکی اون لحظه ای که سید جعفر حلی شاعر برجسته است میگه وقتی سید و شهدا سمت همه شهدا که میرفت با شتاب میرفت. برای چی؟ برای اینکه زنده بالا سر او برسه، سرش رو به دامن بگیر. ولی سمت قلقمه آرام آرام میرفت چون کار تمام شده بود. و بعضی از متأخران نوشتن مشا علیه منحنیان، با کمر خم آروم آروم میرفت. اینجا اصلا عجله نداشت. بعد سید جعفر علی توی بیتی خیلی مظلومیت حضرت رو عجیب نشون داده که میگه وقتی داشت میرفت یه نگاهش به سمت حلقنه بود، هی برمیگاش پشت سرش رو نگاه میکرد، یه نگاه هم به خیمه بود که به خیمه بدون عباس چه خواهد شد. یکی این صحنه است که واقعا عالم بمیره برای سید الشهدا. کم یکم اینجا که عالم قرن 6 و 7 گفته، دیدید که مثلا یه پدری میره سفر، بعد از مدتی برمیگرده، بچه از کنارش بلند نمیشه. احتمال بده بابای میخواد بره سفر، از کنارش بلند نمیشه. وقتی داشتن میومدن سمت کربلا، خبر شهادت مسلمو که شنیدن و اینا، این بچه ها نوه ها مثل امام باقر که نوه بود، مثل حضرت رقیه که دختر بود، دختر بچه ها، چند تا دختر بچه دست و پای اسبا شهید شدن، کم هم نیستن اینا. اینا متوجه بودن که بعد از شهادت مسلم سلام الله علیه دیگه فراق از سیدالشهدا قطعیه. برای همین عبیدالله حر جوفی میگه من برای هیچ لحظه اینقدر دلم برای حسین ابن علی نسوخ مثل اون لحظه ای که هر جا میرفت چند تا دختر پسر کوچولو دورش گرفتن رهاش نمیکردن و میدونستن دارن از دست میدنش. تا گذشت به اونجایی که به قول مقرم میگه که عقول انبیا رو بیچاره کرده، آخرین بار آمد سراغ اینا، همین دختر بچه ها رو نگاه کرد. امام میدونه، ما مردم ما که داعش و وحشیگریاشو دیدن یه ذره بیشتر میفهمن 30,000 تا وحشی بی ادب، حرمت نشناس، قوم بی تمیز، قومی که تشخیص نمیده یعنی چی این با او چه فرقی داره. این طرف هم چند تا دختر بچه ترگل ورگل. حضرت به همینایی که میترسیدن از دست بدن یه نگاهی کرد، فرمود یا بنات رسول الله، این دخترای پیغمبر، استعدوا للبلا، خودتون رو برای بلا مهیا کن. جمله آخر هم اینه که یه شاعر در مورد امیرالمومنین میگه، میگه همه فضائل عالم رو خدا بهش داد، به قدر تمام این فضائل ابتلا. چون سیدالشهدا همه گنج عالم رو داره، اتفاقا ابتلای او اینقدر سنگینه. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. اگر ما 1,000 ساعت بنشینیم از این که برای یک ثانیه از اینا باید جون بدم، من هرچی نگاه میکنیم میبینیم که او یه سفره‌ای پهن کرد، هنوز امید داره شاید این حامد کاشانی رو هم تونستم تورش کنم و نگرش دارم. خدا شما رو حفظ کنم. خیلی زحمت کشیدید، برای ما افتخاری بود، لطف کردید. اگر بدی بود که برای من حقیق هر آن چه خوبی هم هست که لطف حضرت سید الشهدا است. انشالله اربعین کربلا، انشالله در باب القبله امام حسین، ما چیزی ارزشمندتر از تربت حضرت سید الشهدا تو این عالم سراغ نداریم. اینم یادگار از خیمه محلا باشه خدمت شما. خیلی ممنون. موقع دیدید یاد کنید، برای همه جوانامون دعا بکنید، برای من هم دعا کنید. محمد اینطور برای ما خیلی بزرگواری کردید، مردم ما رو دعا کنن و
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. انشالله برکت این گفتگو رو اونجا ببینیم که لحظه قیامت که میخوان بهشتی ها رو برن بهشت و دوزخی ها رو دوزخ، ما جز حداس الحسین نشستیم از امام حسین میگیم و حضرت رو تماشا میکنیم. انشالله. چه شب خوبی بود. من امشب اسمشو فقط اگه قرار باشه بذارم مینویسم فقط برای یک نفر. ممنون، لطف کردید و انشاءالله ادامه داشته باشید. سلامت باشید و برای هم دعا بکنیم. اول و آخرش هم عرضه می‌داریم آه مظلوم تو را می‌خواند. اللهم عجل ولی کل فرج. شب شما بخیر یا علی. سلام به سلیمان جان از طرف مور. سلام به تو از دور. سلام به حسین از طرف غسل ناجور. سلام به تو از دور. سلام به سلیمان جان از طرف مور. سلام به تو از دور. سلام به حسین از طرف وصل ناجور. سلام به تو دل بسته شده به شبای جمعه کربلا وابسته شده. به تو دل بسته شده به خدا من از همه به غیر تو خسته شده.